سلام خدمت دوستان عزیز، یه پروژه دیگه تو بحث دام در خدمتون هستم. دوستان، این پروژه حتی پروژه مفصله و به چند تا قسمت قرار بهتون گفته بشه، پس پیشنهاد میدم حتما با دقت ببینید و اگه جای شما سخت بود متوجه نشوید حتما دوباره بیاد از اول ببینید. یه همچین وبسایتی رو قرار بچه درست کنیم. این وبسایت ویژگی هایی داره که اون ویژگی ها رو ما قرار روش کار بکنیم. اولین ویژگی که بچه ها داره اینه که وقتی من صفحه رو اسکرول میکنم، نیا کنید بچه ها، یه نویگیشن بارش عوض میشه. نیا کنید اولین پس تفاوتش اینه. نکته دوم، بچه ها بس نویگیشنشه. نیا کنید وقتی رو ابات میزنم یه حالت خیلی نرمی صفحه میاد پایین. میبینید این تفاوت بعدیشه. نکته بعدی که این وبسایت داره بچه ها بس فوترشه. این فوترش بچه ها، این سالش به صورت داینامیکه، یعنی هارد کد نشده. اگه مثلا میگم سال بعد این پروژه باز بشه میشه 2022. اوکی، پس متناسب با سالی که شما توش هستید این تغییر میکنه. نکته بعدی بچه ها، این دکمه ای که اینجا گذاشته شده وقتی اینو میزنید میاد بالای سایت و این دکمه بچه ها تا یه نقطه به بعد نمایش داده میشه. نگاه کنید اینجا از اینجا به بعد نمایش داده میشه. وقتی میام بالاتر دیگه دکمه نیست. نکته بعدی، ها بحث بچه موبایل دقیق ریسپانسیو بودنش. یا که وقتی یه جای کوچیک‌تر میشه، خب این منوی بالا جمع میشه، میشه همچین چیزی. اینو که میزنه منو باز میشه. دوباره وقتی روی میزنه بچه میاد پای، میبینید یه همچین چیزیه. این هم که همچنان سر جاشه، فوتر هم سر جاشه و اینا داره کار میکنه. خیلی خوب، ولی همچین کاری انجام میدیم بچه. بدون درنگ بریم سراغ پروژه هم بچه. خب این فایل پروژه همونه که میتونید دانلود بکنید بچه فایلش رو و روش انجام بدیم. بریم کارمون رو شروع بکنیم. خب من اینو آماده کنم فایلش رو. بریم سراغ کارو بچه. من اینو پاک میکنم فعلا. اولین قسمتی که داریم قسمت هیدر بچه ها. یه تگ هیدر میزنم با آیدی هوم. خب یه کامنت میزنم قسمت نویگیشن بارمونه که یه دونه نف دارم با آیدی نف. داخلش یه دونه دیو دارم با کلاس نف نف داش هدر. بخش نف دات سنتر. داخل نف دات سنتر سرم به شدت درد میکنه، نمیدونم چرا. نو هدر. خب داخلش یه دون دیو دیگه داریم به نام نو هدر. خب بعد داخلش میام یه دونه اون لوگو رو میخوام درست کنم بچه. یه لوگو من این سمت چپ دارم، میخوام اینو درست کنم. یه دونه تگ IMG میذارم، سورسشو میدم logo.svg. یه آرت بهش میدم لوگو. یه کلاس بهش میدم لوگو. بعد یه دکمه اینجا داریم بچه ها. این دکمه تاگله، این دکمه الان بهش میدیم، میذارم باتن. کلاسش رو میذارم نو داش تاگل. از فونت آسم استفاده میکنم FA داش پارس. خب
که همچین چیزی شد بچه. خب بریم سراغ لینک هامون بچه. یه دیو درست میکنیم با کلاس لینکس داش کانتینر. خب داخلش لینک هامون رو مینویسم بچه ها. یه یو ال با کلاس لینکس یه ال آی، بعد یه دونه ای با کلاس اسکرول داش لینک، اچ میذارم هش. چون قراره وقتی کلیک میشه رو همون صفحه بیاد پایین، از اینجور آدرس استفاده میشه. اینو کپی میکنم، اولش البته باید بدم هوم. بچه این چی اومده؟ خب اولش رو میدم هوم، این هم میشه هوم، بعد این میشه about. خب بریم سراغ بعدیش. سرویسز بعد بعدیش تولز. خب الان فکر نکنم ببینیم اینو، چون الان نقشتم چیز دیگه شد. خب بریم یه دونه متن روی این بعد داشته باشیم. اینو درست بکنم متن رو بچه ها. میام پایین بعد از این نویگیشن هم بچه ها. یه کامنت میذارم، اسمشو میذارم بنر. یه دیو میذارم با کلاس بنر. یه دیو با کلاس کانتینر. یه دونه H1 میذارم اسکرول پراجکت. یه تگ پی میذارم لورم 20. خب این از این. بعد یه دکمه پایین داریم، اینو درست بکنم بچه ها دکمه رو. خب دکمه هر رو بعد از این پاراگراف بعد بذارم. یه تگ A میذارم. چی شد؟ A با کلاس اسکرول لینک. اچرفش میشه هشتگ تولز اسکرول لینک btn btn dash white. متن داخلش هم میدم explore tools. خب این همشه دکمه که میخواستم بچه. خب بعد بریم سراغ چی بچه ها؟ بریم سراغ این قسمت ها رو درست کنیم. چیز خاصی نیست، یه تایتل فقط داره. خب میام اینجا بعد از این هیدرم بچه یه کامنت میذارم، اسمشو میذارم about. یه دونه سکشن درست میکنم. خب با کلاس سکشن با آیدی about. بعد یه دونه دیو میذارم با کلاس تایتل. تایتل داخلش یه دونه H2 میذارم، میذارم about span as. چون ایاتون باشه آسش رنگ دیگه بود فکر کنم، درسته؟ آره این رنگ دیگه بود. خب اینم از این قسمت سکشن میشه قسمت about. همین رو کپی میکنم بچه ها. خب دوتا قسمت دیگر هم این همین درست میکنم، چون اونم یه تایتل بود دیگه. خب این میشه سرویسز، این هم میشه
سرویسز آیدیش هم میشه سرویسز، کلاسشون یکیه ولی آیدیش فرق میکنه. و آخری هم میشه تولز، آیدیش میشه تولز، این که درسته. این هم میشه فیچرد تولز، درست. خیلی عالی. خب بریم سراغ فوتر بچه. خب بعد از این سکشنه یه دونه کامنت میذارم فوتر، یه دونه فوتر میذارم با کلاس سکشن، یه تگ پی کوپی رایت، یه دونه علامت از این علامت کپی رایت میذارم بچه ها. خب بک رودز دریو تورز کمپانی، بعد قبول سالش بچه ها تغییر کنه دیگه. خب پس یه اسپم میذارم با کلاس دیت، فعلا داخلش میرسم 2021 فعلا، ولی قرار این بعدا داینامیک بشه با جاوا اسکریپت. all rights reserved. خب این قسمت فوترمون. خب بریم اون دکمه رو درست کنیم بچه ها، دکمه ای که قراره بیاد بالا، بزنم بیاد بالا اون رو درست کنم. پس میشه back to top button، چیز خاصی نیست، یه دونه تگ ایه بچه ها با کلاس اسکرول داش لینک که منو میاره توی هوم. خب یه کلاس دیگه هم بهش میدم تاپ لینک، داخلش همون علامت فلشه رو با فونت آسوم درست میکنم، FAS FA داش ارو داش اپ. خب فکر کنم دیگه تموم شد. چرا ارو ارو ندارم؟ اف ای اس درسته، اف ای داش ارو داش آب درسته، این هشتگ هم درسته، اسکرول لینک تاپ لینک، همه چیش درسته. اینجا اینو دارم ولی اینجا ندارمش، چرا؟ بزنم چی درشته رو نوشتم من. درستم نوشتم ولی آها البته نه دیگه، نه دیگه، فونتاسومو دادم، یه سوکم فونتاسومو ایمپورت نکردم. خب بذارید ببینم بچه ها، شاید چیزی شده دارم اشتباه میزنم. اگه اینترنت یاری کنه امروز با ما. خب سرچ کردم ارو، بزنم ارو ارو آپ. اینترنت امروز یه ذره داره اذیت میکنه. خب بچه ها این مشکل نداره. خب پس این نکته ای داره، بذار نکتهش رو من بعدم بهتون بگم، تو ویدیو بعدی بگم بهتون، فعلا نگه دارید اینو. خب من چیزی یادم رفت دستم، توی ویدیو بعدی بهتون میگم که چلان نشون نمیده. خیلی خب بچه ها قسمت HTMLش تموم شد. خب بریم بیایم جلسه بعدی یه کوچولو راجع به بحث دیت و تاریخ و اینا صحبت بکنیم که اون پایین داریم بچه ها. فعلا خدافظ.